خب آقای آصف، شما به عنوان کسی که سررسپ بلند میشه زود چالش گرفتی، از یه جایی به بعد دیگه تمام صحبت ها رو نمیتونی جواب بدی، بعد میگی که داری صحبت میکنی میگی به من رأی بده تو دفاع صحبت دارم. خب الان بکن اشکان جان، شما هم همینطور، شما 1 2 3 4 5 نفر بعدت صحبت کردم ولی چالش تو سوزوندی نمیتونی جواب بدی. من با آقای قائدی این دست رأی میدم، با شهر، با آقای آصف هم رأی میدم و آقای خیابانی دست قبل گفتین فقط گوش، الان شد گوش و حلقه بینی، بگم دستاوردی چکاپ کامل برای ما مینویسی. بعد شما دست عقب گرفتم گفتم فقط چرا تارگت نزدید؟ چشم، فعلا کاری باتون ندارم. و آقای رفیعی عزیز گفتی یه نکته مهم میخوام بگم، سراپا گوش. بفرمایید آقای عجلی، یه شهر فوقش میره بیرون. فکر میکنم شما چالش گرفته بودید، درسته؟ از خانم شیدا. با ولی پوینت حرف رو رسوندید. اجازه هست من چالشم عوض کنم؟ شما دیگه نه شما دیگه نمیتونید چالش بدید، چالش شما سوخت. بفرمایید خودتون صحبت. علی فقط زمانی میره تو لک، میره تو خودش که یک نقشی تو شهر داره، یعنی متمرکز میشه. به همین دلیل بود که یک مقداری وقتی میگفت یکی از دوستان اینجا گفت که بیا پایین چیز کردم. ولی یه موضوع اینجا برای مهمه، دو تا موضوع. خانم کرمی، من دو بار بلند شدم شما رو محکم تارگت کردم، الان بلند شدی میگی از شما نمیپذیرم. خب چی نمیپذیری؟ با ایشون میخوای سایت برداری؟ منی که محکم اومدم سایت، چرا به من نمیگی با من سایت بر نمیداری؟ با منم بر میداری؟ الان سایت گیریه شهرام قائدی. شهرام قائدی خالشو فکت آخر آخری نمیدونم، خیلی عجیبه و عجیبتر از همه ایشون شما رو تارگت میکنه. چرا میگی تا صبح منو تارگت کنی برام شهری؟ اینجا الان نه شب شده نه چیزی. اون نمیدونم، فقط یک خواهشی از شهروندها دارم، اگر به کسی مشکوکی یک نفر لطفاً بیاد توی رای گیری، رأیشو بشنوید، فقط یک نفر که رأیا رو ببینید. من ترجیح هم اینه که حتی رأی خروج ندید.